البته من یه شکیم تو خود آرا دارم، یعنی به نظر من یه چیزی این وسط نمیخونه با هم دیگه. معمولا مثلا اونایی که چون مثلا من خودم دو نوبت یه سری یه 3 ساعت در قبل از ظهر تا حدود 2 بعد از ظهر رفتم تو خیابونا، یه نوبتم 2 ساعت بعد غروب رفتم، ساعت مثلا 6 تا 8 بود رفتم تو خیابونا. تو تمام سعی کردم مناطق مختلفم برم، مثلا هم شرق تهران، غرب تهران، جنوب تهران، شمال تهران و مرکز تهران رفتم، یه دور زدم تو این شعبه ها. از ماشین پیاده نشدم، فقط شعبه ها رو چک می‌کردم ببینم شلوغ، خلوت، اوضاع چجوریه. غیر از حسینی ارشاد که به نظرم تازه اونم مصنوعی اومد، چون پر خبرنگارای داخلی و خارجی بود، تو خیابون پر بود، ترافیک بود و یه صفی هم بود برای رأی دادن. تقریبا 90% شعبه‌ای که من دیدم خالی بود، یه چند تاشون هم مثلا 4 نفر 5 نفر وایساده بودن. بعد یهو شنیدیم از 10 شب به بعد که مثلا جمعیت هجوم آوردن به صندوقا، تازه شنیدم، من دیگه ندیدم. که حالا معمولا تجربه ما تو انتخابات‌های متعددی که داشتیم این گونه بوده که صبح‌ها، حالا اونایی که به حال اگر اصلاح طلبا و مردمی که به اصلاح طلبا رأی میدن میان دیگه، از اول صبح زود اگر جمع مثلا مشتاق باشن و استقبال خیلی زیاد باشه، از اول صبح زود صفه. چون انتخابات شورای شهر هم بوده، نوشتن اینا هم طول میکشه، معمولا صفها طولانی‌تر هم میشه چون زود نمیتونن رأی بدن برن، مثلا یه رئیس جمهور رو فقط انتخاب نمیکنن. معمولا دیگه از صبح میان. بعد چون خلوت بود، نشان دهنده این بود که مردمی که میخواستن به اصلاح طلبا مثلا با آقای همتی رأی بدن نیومدن، بیشتر کسانی بودن که میخواستن با آقای رئیسی یا دیگر کاندیداها رأی بدن. بعد غروب که شلوغ میشه، اگر حالا شلوغ شده باشه، به نظر میاد که حالا الان مردمی که بیان مثلا یهو تصمیم گرفتن اونایی که با آقای همتی رأی بدن، حالا احساس خطر کردن به هر دلیلی ریختن که رأی بدن. بعد اینکه آرا بعد آقای همتی اینقدر میشه، بعد آرا مشارکت نزدیک 48% میرسه، اینا من اینا رو نمیتونم با هم دیگه تطبیق بدم و به نظر من یه خود ابهام تو این قضیه هست که واقعا آیا این مشارکت انجام گرفت، این آرا به این صورت بود. من یه خود تو اون آرای مشارکت شک دارم، که البته امیدوارم زنم درست نباشه، ولی من فکر میکنم اون آمار مشارکت شاید کمی واقعی نباشه و کمتر از این بوده. چون نکته جالبی رو گفتین. بله نکته جالبی رو فرمودید. بفرمایید. میگم چون اخباری هم که امروز صبح گرفتم یه خورده این حدسمو تایید کرد. من در خدمتتونم. که چه اخباری رو گرفتید خانم هاشمی؟ مثلا یکی از دوستان من میگفت رفته طرفای سهروردی، عباس‌آباد، اونجا تو منطقه تهران، خونش اونجا بوده. مثلا 11 شب راه افتاده بره ببینه چه خبره تو خیابونا. بعد مثلا گفت 4 تا مدرسه دخترونه اونجا کنار هم، 4 تا یا 5 تا مثلا مدرسه بوده اونجا. مثلا 4 تاش خالی بوده، مثلا یکی دو نفر اونجا بودن. یکیش 20 تا اتوبوس جلوش بوده. چون من بعید میدونم مثلا آقای همتی آدماشو با اتوبوس برده باشه، چون اون مجموعه اون امکانات و اون شرایط وجود نداشت. این معمولا برمیگرده بیشتر به چیزهای حکومتی و بر همین یه خورده احساس میکنه، یا مثلا خیلی جای دیگه که رفته خیلی شلوغ نشده بوده اون ایام. بر همین یه خورده فکر میکنم که باید روی این قضیه با تردید بیشتری نگریست.